سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. برخی بازرگانان مواد نفتی در ولایت هرات از برخورد دوگانه حکومت مرکزی در بنادر کشور شاکی هستند. به گفته آنان قانون مالیات بر عایدات در تمامی بنادر به گونه یکسان تطبیق نمی شود. در همین حال رئیس اداره مواد نفتی و گاز مایع می پذیرد که قوانین در هرات سختگیرانه می باشد. شهروندان کابل میگویند کار شهرداری کابل روی کاغذ است. شماره شهروندان کابل با انتقاد از کارکردهای شهرداری کابل میگویند شهرداری کابل در ایجاد خط مترو بس ناتوان است و برنامه این نهاد به کندی پیش میرود. اما شهرداری کابل میگوید که کار روی پلان تفصیلی خط مترو بس جریان دارد و تا یک سال دیگر نخستین بخش این سرک ساخته خواهد شد. و اینجا برای بحث بیشتر الیاس الدین جلال مشاور ترانسپورت عامه شهر کابل با ما هستند. و آقای جلال سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد. سلام بر شما و تمام هموطنان عزیز ما. خیلی سپاس. آقای جلال، کارهایی که تا حالا روی پروژه متروبس صورت گرفته چه ها هست؟ متروبس یک پدیده جدید در دنیا نبوده، بلکه یکی از مهمترین عناصر ترانسپورت عامه شهری می باشه. البته در کابل در قدم اول بسیار مشکل است. وقتی زمانی که ما تطبیق می کنیم یک سلسله مشکلات با سیستم متروبس، خصوصا آشنایی مردم با این سیستم، یک سلسله مشکلات مواجه می سازه. شهرولی کابل در قسمت بهبود ترانسپورت عامه شهری با وجود که دیگه پلان های عظیم هم دارد، پلان دارد تا 111 کیلومتر سیستم مترو بس یا بس های سریل سیر شهری را در کابل ایجاد کنند. خیلی خوب. آقا جلال، برای تطبیق این پروژه دقیقاً چقدر پول نیاز است و این پول دقیقاً از کدام طریق پرداخت میشه؟ از خود بودجه است و یا از طریق کدام دونر است؟ بله، خب متروبس هر کیلومترش با شرایط افغانستان $2 میلیون هزینه داره که 111 کیلومتر سیستم متروبس 222 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. مصرف پلانگذاری یا سیستم ماستر پلان ترانسپورت عامه شهری از بودجه شهروالی کابل پیش میره و تمویل میشه و که کار ازی تقریبا نصف آن تکمیل شده. و قسمت فیز اول از این سیستم متروبس که از دیوانان لاسرای شمالی است، او هم از بودجه خود شهروالی کابل تمویل میشه که فعلا در قسمت دیزاین تفصیلی آن قرار داره. خب آقا جلال، چی فکر میکنید که شهر کابل با این وضعیت ترانسپورتی که در حال حاضر داره دقیقاً چقدر میتونه که ظرفیت تطبیق این پروژه را داشته باشه؟ خب یگانه راه بیرون رفت از ازدحام ترافیکی که به آن هیچ توجهی صورت نگرفته، یکی از راه های حلش بهبود زیربناهای ترانسپورت عامه شهری است که بدبختانه در دهه گذشته بر علاوه به او توجه نشده بلکه به باد فنا رفته. سیستمی هم که در قسمت ترانسپورت عامه شهری که بس عادی بود، او هم از فعالیت ماند. پس اهداف شهروالی کابل در قسمت ازدحام ترافیکی شهر کابل در سه قسمت است. یکی بهبود زیربناهای شهر ترانسپورتی و مدیریت ترافیک و بهبود زیربناهای ترانسپورت عامه شهری. در قسمت زیربناهای ترانسپورت عامه شهری در تمام دیزاین هایی که در جدیدن از طرف شهروالی کابل دیزاین میشه، در تمام سرک ها مسائل ترانسپورت عامه شهری یک جزء مهم و حیاتی در نظر گرفته خواهد شد و در نظر گرفته شده است. مثلا مسئله ازگاه ها، ما فعلا کار تدارکاتی صد ازگاه که فیز اول ساخت ازگاه برای بسایادی شهر کابل از جریان داره.
و در پلوی از او مسئله ماستر پلان ترانسپورت تامین شهری است و مسئله متروبس است. آقای جلال، این متروبس که داره فعال میشه دقیقاً در کدام مسیرها فعال خواهد شد؟ بله، اساس ترانسپورت خود متروبس بنابر تقاضا است. در صورتی که تقاضا به اندازه کافی برای متروبس نباشه، خود متروبس ناکام میمانه. به همین ملحوظ ما از مسیرهایی که بیشترین مسیرهای ترانسپورت عامه شهری از اونجا انتقال میکنه، که مثلا سرک دیوانان لاسرای شمالی است که در این شش مسیر که مسیرهای مناطق خیرخانه، کوتل خیرخانه و طرف کوتسنگی و افشار از این مسیر استفاده میکنن، من حیث فیز اول سیستم متروبس انتخاب شده و به همین ترتیب تمام مسیرهایی که در او تقاضا به خاطر متروبس موجود باشه که به امکانات زیاد، البته او در ماستر پلان به شکل دقیقش معلوم میشه، دور کوه آسمایی است که اکثر پانتونا و اینا با سیستم متروبس متصل میشه. گفتین که آیا شهر کابل میتونه که متروبس، امکان سنجی متروبس در شهر کابل؟ بله، سیستم متروبس در سرک های بسیار خورده در شهر در کشورهای دیگه تطبیق شده و خوشبختانه ما سرک های بسیار پهن و عریض داریم که قابل تطبیق داره، چون متروبس یکی از دلایل موفقیتش این است که جای بسیار زیاده نمیگیره. ما میتونیم در قسمت وسط سرک ها که گلدان ها هست اینا را بر متروبس ما اختصاص بدیم و مسیر مختص بر بس. آقا جلال، گفته میشه که سرک های فرعی که در کنار سرک های عمومی است، در این سرک ها متروبس فعال میشه. دقیقاً این سرک ها است یا شما اشاره کردین که به جای گلدان ها این خط متروبس عیار خواهد شد؟ بله، خود سیستم متروبس به دو نوع است، که یکی در قسمت میدین بیست بیارتی سیستم است که در قسمت گلدان ها است و دیگهش که از در قسمت کرب ساید بیارتی سیستم است که اینا در سرکای سرویس رود یا در پالوی سرکای عمومی ساخته میشه. نظر به مطالعاتی که شهرالی کابل انجام داده و متخصصین خارجی که در قسمت کار میکنن، بهترین روش به خاطر همین فیز اول سیستم متروبس قسمت میدین است یا وسط سرک یا قسمت گلدان ها. آقای جلال، فکر نمی کنید اگر در قسمت وسط سرک این خط متروبس فعال شود، قند مقبولی شهر از بین خواهد رفت؟ نه تنها که مقبولی شهر از بین نمی رود، بلکه به مقبولی شهر اضافه خواهد شد، چون شما جایی را می گیرین که جایی به اصطلاح گل و بوته ها و این هاست. ما گل از بین نمی بریم، هدف ما در قسمت گلدان ها، یعنی در پلوی گلدان، چون اکثر سرک های شریانی یا آرتریال رود که ما در اون سیستم متروبس در نظر میگیریم، حداقل دارای 4 لین است یا 4 خط حرکت است و ما تصمیم داریم که 3 خط حرکت زیر بر موتورهای شخصی یادی و یک خط حرکت که در دو قسمت سرک 2 خط حرکت میشه بر سیستم بس، اینا را جدا بسازیم و قسمت گلدانو از بین نمیره. خیلی خوب. آقا جلال، این پروژه یک مدت طولانی است که رویش کار میشه و شهروندان هم شکایت دارن که کار روی خط متروبس با کندی پیش میره، دقیقاً علتش چه هست؟ ببینین، تقریبا یک سال میشود که کار بالای پلان های جدید شهروالی کابل انجام شده و خود متروبس یک عمل نیست که یک فعالیت یا یک پروژه نیست که بسیار به زودی اختتام به کار شود. مثلا ما مثال میتیم در کشور مثل چین حداقل 3 سال به خاطر پلانگذاری از این پروژه در نظر گرفته شده. شهرداری کابل میخواه که هر چی زودتر این سیستم متروبس فعال شود، اما در پلوی از او میخواه که چون پروژه اول یا فیز اول که از دیوانان لاسرای شمالی است، یک پروژه امتحانی یا نمونه‌ای برای تمام شهر کابل می باشه. در صورت که اگه این بتانک به شکل دقیقش پلان گذاری و دیزاین شود
طبعاً در مرحله اول بسیار مشکلات وجود می داشته باشه. در صورت که به صورت اساسی دیزاین شده، باز ما بسیار با آسانی می توانیم به تمام شهر کابل تطبیق کنیم. پس به می خاطر با یک سلسله مشکلاتی که مسئله استملاک زمین است در قسمت سرک، بعضی مشکلاتی که موجود است به کندی مواجه ساخته. آقا جلال، شما چی فکر میکنید که این پروژه و مو سیستمی که باید ساخته شوه رویش کار خواهد شد یا خیر؟ بله، هدف اساسی ما همی است که ما چون متروبس لیول به لیول، یعنی سرویس لیولش فرق میکنه، ما میتونیم بسیار یک متروبس عادی که سر از سبا بیای کار خود شروع کنه هم فعال کنیم، اما ما سیستم متروبس را میخوایم فعال کنیم که دارای استیشن های بسیار وسیع، بسیار مدرن، دارای ترمینال های مجهز باشد. در قسمت تقاطعات باید سیگنال هایی که به سیستم بس ترجیحیت بده اونا نصب شود تا هیچ نوع مشکل وجود نداشته باشه، به خاطری که اگر سیستم متروبس در پروژه امتحانی ناکام شد، باز ما نمیتونیم بر تمام کابلی را تطبیق کنیم. یعنی آقای جلال، چقدر مدت زمان دیگر نیاز است برای عملی سازی این پروژه؟ طبق پلانی که ما داریم، مسئله ای که یکی از علتهایی که مسیر منیس متروبس انتخاب شد، چون سرک برکیل و سرای شمالی فعلا در حال ساخت است و ما به این نظر شدیم که چرا ما ایره می سازیم امیره به شکل سیستم متروبس نسازیم. به همین خاطر ما منتظری هستیم که سرک اول بدنی خود سرک ساخته شود، بعد از آن تجهیزات یا سیستم متروبس دو فعال شود. نظر و پلان هایی که ما داریم، چون فعلا دیزاین تفصیلی سیستم متروبس در حال جریان است، همزمان بدنه خود سرک ساخته خواهد شد و همزمان به او دیزاین هم ختم میشه و کار عملی خود استیشن ها و ترمینال های متروبس آغاز خواهد شد و ما نظر به پلانی که داریم و توقعی داریم که تا یک سال دیگه که همین وقت باشه سیستم متروبس عملا در شهر کابل فعالیت داشته باشه. خیلی خوب آقای جلال، ترانسپورت این پروژه از کدام کشور خواهد آمد؟ مسئله ای که سیستم بس هایی که شما میگین که چون سیستم متروبس بس های مخصوص به خود ضرورت داره و ما فعلا در حال بررسی از این موضوع هستیم، چون مسئله عملیات سیستم متروبس یک بحث بسیار بزرگ است نظر به خود ساخت زیربنای ترانسپورت هامه که ما میخواییم که از طریق سکتور خصوصی با مشارکت عملیات از این سیستم متروبس انجام شود. یعنی با سکتور خصوصی یک جا میخواییم کار بکنیم؟ یعنی عملیات شه سکتور خصوصی انجام بده و فقط کنترل نظارت شه سکتور دولتی انجام بده و بس هایی که ما میاریم چند موضوع بالاش زیاد توجه میشه. مسئله اولی که انتقالش بر ما ساده باشه، نباید از یک جای ما بس بخوایم که بسیار دور باشه و انتقالش. تا حالا آقا جلال تصمیم چی هست که از کدام کشورها میخواین که این بس ها را وارد بکنه؟ کشورهایی که پتانسیل زیاد موجود است که ما از جا انتقال بتیم، کشور چین است، کشور هندوستان است، از جرمنی است، کشورهایی است که ما در حال بررسی هستیم، از کمپانی از اونها بررسی میکنیم و از همه مهمتری است که ما سیستم عملیاتی یا حفظ مراقبت از ایره طور میسازیم که هر کمپانی که بس را بر ما میته مسئله حفظ مراقبت شم هم در نظر داشته باشه. خیلی خوب، و پروژه دیگری که شما در این اواخر تطبیق کردین دقیقاً کدام پروژه ها هست؟ میشه که روی این موضوع هم خوشبختانه شهرولی کابل بیشترین پروژه هایی که در بخش ترانسپورت بود امسال آغاز کرد و در حال جریان است تطبیق میکنه. یکی از پروگرام هایی که عملا تحت شهرولی کابل کار میکنه پروژه بهبود انکشافی شهر کابل است یا پروژه کیم دی پی که کوچه های فرعی را میسازن. اونا عملا بیشتر از 300 کیلومتر سرک
اونا در حال تطبیق است. این پروژه در کدام ساحات در حال تطبیق است؟ این ساحات چون اونا به اساس پلان 5 ساله که دارن در تمام نقاط شهر کابل، ولی فعلا طرف غرب شهر کابل پروژه های وجود داره، چون فیز اولش قسمت مرکزی بود و بعدا سمت شمال و فعلا طرف غرب و دیگه جای هم شکل مختلف پروژه های دارن. تقریبا بیشتر از 30 چند پروژه است که عملا فعلا قابل تطبیق است. دیگه پروژه که پروژه در پروگرام شهرولی کابل است، پروژه کیوتی است که پروژه های مثل کانال وزیر آباد که مشکلات آبخیزی مناطق خیرخانه را برای حداقل 50 سال به کلی از بین خواهد برد، یک پروژه بسیار عظیم است که شهرولی کابل توانست امسال را آغاز کنه. پروژه سرکای خیرخانه است که به استاندارد های بین المللی خواهد ساخته شد، خود سیستم متروبس است و پروژه های مثل پاکاری دریای کابل، بهسازی دو طرف دریای کابل و ساخت پارک ها و دیگر پروژه. پروژه که روی پاکسازی دریای کابل در اقن کار میشه چه وقت آغاز خواهد شد؟ کار پاکسازی دریای کابل عملا شروع شده، به یکی از سکتور خصوصی داده شده و عملا در این روزا کار شروع میشه. خب امسال شما دقیقا چقدر بودجه انکشافی برای تنظیم خدمات خوبتر شهروندان کابل دارین؟ دقیقا در این قسمت من معلومات زیاد ندارم، باز میشک در بر شما بانم. دیگر آقا جلال، برای از بین بردن ازدحام شما چه برنامه های یا چه پلان های دیگر روی دست دارین؟ طور که ما گفتم جز خط مترو بحث. بله، طور که ما گفتم ما 3 مشکل عمده داریم. مشکل اول خود ترانسپورت عامه شهری بود که ما به اشاره کردم. مسئله بعدی مسئله مدیریت ترافیک است. طور که همگی مردم ما میفهمه که سرک های بسیار عریض داریم، وقتی که با تقاطعات مواجه میشیم تمام ازدحام از قسمت تقاطعات شروع میشه و در صورت که یک سیستم منظم مدیریت ترافیک ایجاد شوه که عملا شهرولی کابل بالایش کار کرده رویسته، میتونه بسیار به سادگی مشکلات ازدحام ترافیکی موترهای تیز رفتار حل کنه، در صورت که سیگنال ها نصب شوه در چاره ها و به شکل درستش از استفاده شوه، به شکل انجینری ترافیکی که هسته. مسئله بعدی که است مسئله زیربناهاست که در قسمت زیربناها طور که من گفتم مسئله خود ساخت سرک است، مسئله آبخیزی یا سیستم درینیجش است که باید در نظر گرفته شد. شما برای مبارزه با فساد تا حالا چه کارهایی را انجام دادین در شهر کابل؟ خب طور که شما میدانین، فرض مثال از بخش ترانسپورت من مثال بتیم که ما 70 متخصص ترانسپورت جدیدن جذب کردیم و تمامش به اساس شایسته سالاری انتخاب شده و همش جوانای است که با سیستم های جدید و ارتقای ظرفیت توسط کمپانی های معتبر انجام میشه و میتونن که بسیار مفید باشه و به این شکل در تمام ادارات که مرتبط است سیستم های شهرولی کابل تغییر خورده، سیستم های تدارکاتی که قبلا در شهرولی کابل بود مکمل تغییر خورد، مکمل تشکیل تغییر خورده و ریاست تدارکات جدید ما بر شهرولی کابل به وجود آوردیم و فعلا ما یعنی بسیار بهبود بخشیدیم مسئله قرارداد با سکتور خصوصی را و ارزیابی پروژه ها را. در حال حاضر آقا جلال، سکتور خصوصی چقدر علاقمند ازی هستند که با شما یک جا کار بکنند؟ سکتور خصوصی از چندین طریق ما میخواییم که اونا را جذب کنیم. مسئله پرایویت انویسمنت سپورت است که ما میخواییم اداره در شهرولی کابل ایجاد شوه که سکتور خصوصی را جذب کنه به خاطر سرمایه گذاری بالای شهر کابل. از مسائل مثل مشارکت عامه و خصوصی یا پابلیک پرایوت پارتنرشپ ما عملا سرچندین پروژه ها کار کرده رویستیم. فرض مثال از ساخت ایزگاه ها که
ایزگاه را میخواییم توسط سکتور خصوصی بسازه و با استفاده از اعلانات و تبلیغات که میکنه مفاد خدا به دست بیاره. مسئله پارکینگ است، مسئله پارک هاست، مسئله مدیریت زباله هاست که اینا را میخواییم از طریق سکتور خصوصی با همکاری دولت به شکل مشترک انجام بدیم. خیلی خوب آقای جلال، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه باز هم بخاطر اینکه کارها روی پروژه خط مترو بس به سرعت انجام شود، دقیقاً چه برنامه های دیگر وزارت ببخشید شهرداری کابل روی دست؟ چیزی که ما میخوایم بر مردم بگویم که ما شبانه روز زحمت کشیده رویستیم به خاطر از اینکه یک دیدگاه یا یک خوابه که مردم داره که سیستم مترو بس در شهر کابل تطبیق شوه. البته مشکل است، اما ما میخواییم که ممکن بسازیم و کم شاید وقت گیر باشه، ولی وقتی که سیستم فعال خواهد شد مشکلات ازدهام ترافیکی به حد بسیار زیاد کاهش خواهد یافت. خیلی سپاس الیاس الدین جلال، مشاور ترانسپورت عامه شهر کابل، از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 56 پول، یک یورو 79 افغانی و 59 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 79 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 59 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 3 پول، 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی و 1000 کلدار هندی 1060 افغانی و 8. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2550 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2480 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2500 افغانی، یک گرم طلای عربی 2400 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1980 افغانی و یک گرم طلای روسی 2000. و این هم نرخ ماده اولیه. یک کیلو شکر 56 افغانی، یک بوریارد خارجی 1190 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2400 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک کیلو گاز 45. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.